به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. آرزومندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما این چینل را سابسکرایب نموده و ویدیوهایمان را نیز با دوستان خود شریک سازید. مسلم شیرزاد در صفحه رسمی فیسبوکشون این نگاشته است: معنوی نگران نباشید، نرم خویی به معنای گذشتن از عقل نیست. آخرین دیدار میان جیگران نتیجه نداشت، با زودترین فرصت اقدامات عملی را آغاز می کنیم. در همین حال برگشت خلیلزاد به کابل و دیدار او با عبدالله، رسیدگی به تنش‌های سیاسی و نیز چگونگی آغاز و گفتگوهای صلح محورهای گفتگوهای خلیلزاد و دکتر عبدالله بودند. برخی از هواداران دکتر عبدالله می گویند که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان روز چهارشنبه 28 اُت پس از سفرش به دوحه به کابل برگشته است و با دکتر عبدالله دیدار کرده است. بر بنیاد اطلاعات کسان نزدیک به دکتر عبدالله، رسیدگی به تنش‌های سیاسی و نیز چگونگی آغاز و گفتگوهای صلح محورهای گفتگوهای خلیلزاد و دکتر عبدالله بودند. در این میان یکی از سخنگویان آقای عبدالله میگوید که تا هنوز راه حل برای رسیدگی به اختلاف ها میان عبدالله و اشرف غنی به وجود نیامده است. فریدون خوزون یکی از سخنگویان دکتر عبدالله گفت: برای ما یک حکومت ممثل از اراده مردم افغانستان و از رای پاک و بایومتریک شده مردم اساس محاسبه است. غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان بیان داشت: آقای خلیلزاد می رود مثل شیطان ها، پیش یکی یک حرف می زند، پیش دیگر هم حرف دیگر می زند. اما شماری دیگر از سیاستگران کشور نقش امریکا را برای حل اختلاف ها میان محمد اشرف غنی و دکتر عبدالله مهم می داند. عرفان الله عرفان از نزدیکان رئیس جمهور و عضو مجلس نمایندگان اظهار داشت: فشارهای امریکا اگر بیشتر و جدیتر شود نتیجه خواهد داد. عرب در این باره چیزی نمی گوید، اما کمیسیون حقوق بشر با ابراز نگرانی از ادامه این اختلاف می گوید اگر رهبران سیاسی کشور اختلافهایشان را کنار نگذارند، ممکن دست آوردهای دو دهه اخیر از میان بروند. نعیم نظری معاون کمیسیون حقوق بشر افغانستان بیان داشت: اگر رهبران حکومت برای رفع این بحران بزرگ سیاسی توجه جدی نداشته باشند، ارزش های افغانستان و دستاوردهای نظام افغانستان با چالش جدی روبرو خواهد شد. در این میان رئیس و شمار از اعضای مجلس نمایندگان از ایجاد یک هیئت برای پادرمیانی برای حل این اختلاف ها سخن میزنند و میگویند هرگاه این اختلاف ها حل نشوند، روند صلح با چالش های جدی روبرو خواهد شد. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان بیان داشت: 34 نماینده از 34 ولایت به شمول هیئت اداری انتخاب شود و مشکلات سیاسی به وجود آمده را با یک طرح میانجیگری وارد میدان شویم. اختلاف ها میان ارگ و سپیدار پس از آن بالا گرفتند که کمیسیون مستقل انتخابات محمد اشرف غنی را پیروز انتخابات اعلام کرد، اما دکتر عبدالله آن را نپذیرفت و خودش را پیروز گفت. 9 روز پیش آقایان دکتر عبدالله و محمد اشرف غنی برای ریاست جمهوری سوگند یاد کردند. خلیلزاد معمار ناکام پروژه های ناتمام. خبرگزاری افق دکتر مهدی نوری. زلمه خلیلزاد سیاستمدار جمهوری خواه افغان امریکایی دست کم 35 سال است که در مسائل مرتبط با افغانستان و خاورمیانه در دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی امریکا فعال است. او ضمن آن که زمان از افراد نزدیک به زبیگونیشی بروژنسکی معمار و استراتژیست اصلی دولت کارتر در رابطه با مجاهدین افغان بود، در چندین دوره از مهره‌های کلیدی دولت‌های جمهوری خواه در واشنگتن در زمینه مسائل افغانستان و منطقه بوده است. آقای خلیلزاد که گفته می شود روابط بسیار نزدیک با دیگچینی معاون جنگ طلب جورج بوش نیز دارد، حتی در دهه 90 میلادی با تهیه سند به نام کتاب سفید درباره افغانستان خواستار مداخله نظامی امریکا برای تغییر وضعیت در افغانستان شده بود. پس از حمله نظامی امریکا به افغانستان در سال 2001 میلادی، هم آقای خلیلزاد در تعیین رؤوس اساسی استراتژی امنیتی و سیاسی ایالات متحده امریکا درباره افغانستان نقش ایفا کرد.
او مدت فرستاده ویژه امریکا در افغانستان بود و پس از آن سفیر واشنگتن در کابل. در آن زمان در واشنگتن از او به کنایه به عنوان نایب السلطنه یاد می شد، زیرا در معماری تحولات اصلی امنیت و سیاست افغانستان بر بنیاد منافع امریکا نقش محوری داشت. همچنین گفته می شود که او در تحکیم پایه های دولت به رهبری حامد کرزی بسیار اثرگذار بوده است. خلیلزاد همچنین در تحولات مرتبط با عراق پس از اشغال امریکا نیز در محور معادلات قرار داشته است. بر بنیاد همین نقش آفرینی او در سال 2005 به عنوان سفیر امریکا در عراق گماشته شد. اکنون او به عنوان فرستاده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان بار دیگر به کابل بازگشته تا معادلات سیاسی و امنیتی کشور را بر اساس منافع و اهداف راهبردی واشنگتن رهبری و مدیریت کند. با این حال در کابل کمتر کسی نسبت به نقش، کارنامه، دستاوردها و اهداف خلیلزاد به دیده مثبت نگاه می کنند. با باور ناظران در حالی که اخیراً خلیلزاد در کابل حضور داشت نتوانست مانعی از برگزاری دو مراسم تحلیف شود و این به معنای آن بود که میراث سیاسی او یعنی معماری نظام کنونی به مثابه یکی از پروژه هایی که خلیلزاد در متن و محور آن قرار داشت در حضور خود او عملا فرو پاشید. بحران سیاسی کنونی در افغانستان پیش از هر چیز یک شکست راهبردی بزرگ برای امریکا محسوب می شود. شکستی که مسئول مستقیم آن شخص خلیلزاد است، زیرا او که زمان نایب السلطنه نامیده می شد در نهایت به اندازه ناتوان ظاهر شد که حتی نتوانست از تشکیل دو دولت موازی در یک کشور جلوگیری کند. تقالاهای مذبوحانه او برای میانجیگری میان غنی و عبدالله هم نتیجه نداد و حضورش در مراسم تحلیف محمد اشرف غنی بی‌طرفی و غیر جانبداری قابل انتظارش را از میان برد و یک خطای سیاسی غیر قابل جبران بود که نخستین پیامد آن عدم پذیرش دیدار او از سوی دکتر عبدالله و حامد کرزی بود. از سوی دیگر توافقنامه صلحی که اخیراً با مدیریت خلیلزاد میان امریکا و طالبان در قطر امضا شد نیز از نظر بسیاری از تحلیلگران پیش از آن که یک برگ برنده ارزشمند برای او و کارنامه سیاسیش باشد یک شکست و رسوایی دیگر بود، زیرا در حالی که پیش از این خلیلزاد به عنوان عنصر ضد طالبان و منتقد جدی سیاست‌های پاکستان در افغانستان نام برده می شد او در نهایت مجبور به پذیرش توافق شد که عمیقاً مورد تایید طالبان و پاکستان است و راه بازگشت طالبان به قدرت و تجدید و تعمیم سیطره پاکستان بر افغانستان به مثابه عمق استراتژیک آن کشور را همواره خواهد کرد. خلیلزاد در مصاحبه اخیر خود با تلویزیون طلوع نیز رسماً از آن کرد که پس از 100 روز در صورت به نتیجه رسیدن گفتگوهای بین الافغانی یک دولت جدید تشکیل خواهد شد. این بدان معناست که دولتی که آقای خلیلزاد معماران بوده شکست خورده و این بار طالبان و پاکستان دولت خود خوانده را خواهند ساخت. افزون بر اینها میراث خلیلزاد در عراق هم هرگز موفقیت آمیز و قابل دفاع نیست. عراق پس از اشغال امریکا و سرنگونی صدام هیچگاه کشور امن و با ثبات نبوده است. رقابت‌های جناحی، تنش‌های سیاسی، سهم‌خواهی‌های حزبی، تفرقه مذهبی، ظهور نسخه‌های خطرناک‌تر تروریسم، بروز بحران‌های اجتماعی، فساد، تباهی، ناامنی و فجایع مرگبار بخش از میراث اشغال عراق توسط آمریکا و معماری سیاسی امنیتی خلیلزاد محسوب می‌شود. با این ترتیب خلیلزاد خیلی بیشتر از آن چه در سیاست خارجی امریکا نام و اعتبار و اشتهار کسب کرده ضعیف و ناکارا آمد و فاقد بینش استراتژیک است. او معمار ناکام پروژه های ناتمام از افغانستان تا عراق است. دوستان عزیز، ما منتظر انتقادات و پیشنهادات سالم شما جهت بهتر شدن محتویات بعدی این چینل می باشیم. لطفا نظریات نیک و مثبتتان را برای ما در کامنت بنویسید. این بود ویدیوی امروزی. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار.
همه ایتان باد.